ملک خاقانیان در زمان سلطان خضر بن ابراهیم از این طراوتی داشت و شگفت سیاستی و مهابتی که بیش از آن نبود و او پادشاه خردمند و عادل و ملکارای بود. ماوراء النهر و ترکستان او را مسلم بود و از جانب خراسان او را فراغتی تمام و خیشی و دوستی و عهد و وثیقت برقرار و او از جمله ملک و از جمله ملک او یکی آن بود که چون برنشستی به جز دیگر سلاح 700 گرز زرین و سیمین پیش اسب او ببردندی و شاعر دوست عظیم بود، استاد رشیدی و امیر امعق و نجیبی فرقانی و نجار ساغرجی و علی بامیزی و پسر درقوش و پسر اسفراینی و علی سپهری در خدمت او صلت‌های گران یافتند و تشریف‌های شگرف ستدند و امیر امعق امیر الشعراء بود و از آن دولت حظی تمام گرفته و تجملی قوی یافت، چون غلامان ترک و کنیزکان خوب و اسبان راهوار و ساخت‌های زر و جامه‌های فاخر و ناطق و صامت فراوان و در مجلس پادشاه عظیم محترم بود. به ضرورت دیگر شعرا را خدمت او همی بایست کردن و از استاد رشیدی همان طمع می داشت که از دیگران و وفا نمی شد. اگرچه رشیدی جوان بود اما عالم بود در آن صناعت. ستی زینب ممدوحه او بود و همگی حرم خضرخان در فرمان او بود و به نزدیک پادشاه قربتی تمام داشت. رشیدی را او بستودی و تقریر فضل او کردی تا کار رشیدی بالا گرفت و سید الشعراء یافت و پادشاه را در او اعتقادی پدید آمد و صلت‌های گران بخشید. روزی در غیبت رشیدی از امعق پرسید که شعر عبدالسید رشیدی را چون می‌بینی؟ گفت شعری به غایت نیک منقی و منقح، اما قدری نمکش در می‌باید. نبس روزگاری برآمد که رشیدی در رسید و خدمت کرد و خواست که بنشیند. پادشاه او را پیش خواند و به تذریب چنان که عادت ملوک است گفت امیر الشعراء را پرسیدم که شعر رشیدی چون است؟ گفت نیک است اما بی نمک است، باید که در این معنی بیتی دو بگویی. رشیدی خدمت کرد و به جای خیش آمد و بنشست و بر بدیهه این قطعه بگفت: شعرهای مرا به بی نمکی عیب کردی، روا بود شاید. شعر من همچون شکر و شهد است، وندرین دو نمک نکو ناید. شکم و شلغم و باقلی است گفته تو، نمک ای قلتبان تو را باید. چون عرض کرد پادشاه را از این خوش آمد و در ماوراءالنهر عادت و رسم است که در مجلس پادشاه و دیگر مجالس زر و سیم در طبقها به نقل احتمالا بنهند و آن را بگو ارساد. این به نقل رو توضیح داده که گفته احتمالا به نفل باشه یا نفل به معنی غنیمت و هبه. یه سری هم از لسان العرب و اینا مثال آورده. چون پایش داری دیگه نوشته خب، و آن را سیمتاقا یا جفت خوانند. این هم نوشته در تهران و گیلان و فارس بازی دارند و آن چنین است که چند فندق و چیز دیگر در دست گیرند و از طرف پرسند تاق یا جفت و او گوید تاق یا گوید جفت. اگر پیشبینی طرف درست آمد او برده است و فندق را از شخص آقای میگرد. آیا توقعی سیم و زن مجلس بزرگان ماورا و نهر آن اصلا که مجلسیان به مسکراتان ها بازی های تاق و جفت میکردن بدین نام نامیدن؟ این پس باید بگی سیم تاق و جفت، سیم تاق یا جفت بخواندن. سیم تاق یا جفت خواندن. و در مجلس خضرخان بخش را 4 طبق زر سرخ بنهادندی و در هر یکی 250 دینار و آن به مشت بخشیدی.
این روز چهار طبق رشیدی را فرمود و حرمتی تمام پدید آمد و معروف گشت، زیرا که چنان که ممدوح به شعر نیک شاعر معروف شود، شاعر به صله گران پادشاه معروف شود، که این دو معنی متلازمانند.